سلام مخاطبان عزیز، ما در فیزیک پدیده ها رو مورد مطالعه قرار میدیم. وقتی میخوایم یه چیزی رو مورد مطالعه قرار بدیم باید چیکار کنیم؟ اندازش بگیریم. اندازه گرفتن نیاز داره به اینکه کمیت و همچنین یکا داشته باشیم. کمیت های اصلی هفتاه: زمان، دما، طول، جرم، شدت روشنایی مقدار ماده، مول، جریان الکتریکی، که اینا رو تو کتابتون نوشته. ما اینجا یه تمرینایی انجام بدیم. یکاهای مربوط به اینا میشه چی؟ یکاهای اصلی در SI، دستگاه استاندارد اندازه‌گیری بین‌المللی. زمان ثانیه است، اس کوچیک. دما کلوینه، کای بزرگ. طول متر. جرم کیلوگرمه. شدت روشنایی کندلا، شمع. با CD نمایش میده. مقدار ماده مول، اینو تو شیمی خیلی ازش استفاده میکنید. جریان الکتریکی آمپر. اما همین یکاها وقتی که خیلی بزرگ و خیلی کوچیک باشه از پیشوند استفاده میکنن. مثلا زمان میلی ثانیه. واحدهای مختلفی اگر از دما داشته باشیم تبدیل کردنش بد نیست. بدونید طول مثلا سانتی متر، دسی متر، اینا رو توی کتاب نوشته. مثلا شما دما رو بر حسب کلوین توی استاندارد دارید، اما سانتیگراد رو فارنهایت هم دارید. مثلا اگر دما رو بر حسب سانتیگراد به ما بدن، بخوایم بر حسب فارنهایت به دست بیاریم، رابطه داره دیگه. این رابطه رو باید حفظ باشیم. TSC برابر 5/9 TF منهای 32. حالا اگه بر حسب سانتیگراد رو بخوایم فارنهایت رو بنویسیم، ببینید این الان سانتیگراد بر حسب فارنهایت، میخوایم فارنهایت رو بر حسب سانتیگراد بنویسیم، چیکار باید کنیم؟ ریاضی و فیزیک اینجا به هم مربوط میشن. اینو ضرب در 9/5 کنیم دو طرفو، چی میشه؟ تبدیل میشه به 9/5 TSC. این میشه 1، بنابراین میشه TF منهای 32. حالا 9/5 میتونیم بنویسیم 1/8 دیگه. TF هم اینجا تنها بشه، میشه 1/8 TSC به علاوه 32. نکته ای که میخوام بگم اینه: همه شما میدونید اختلاف دما کلوین و سانتیگراد یکسانه. مثلا اگر T بر حسب کلوین C به علاوه 273، درسته؟ اگر اینجا ما 1 درجه افزایش بدیم، 1 درجه بر حسب کلوین افزایش پیدا میکنه، اما فارنهایت و سانتیگراد اینجوری نیست. اختلاف دما 10 درجه اینجا زیاد بشه، 18 درجه به فارنهایت اضافه میشه. این نکته اول. چند تا از تبدیل واحدهای معروف رو انجام بدیم. مثلا میگن 2.5 کیلوگرم مساوی با چند گرمه. میدونم حفظی 2.5 و ضرب در 1000 میکنید، اما میخوام اصولی یاد بگیریم برای اینکه میخوایم تمرین های پیچیده تر رو از همین روش زنجیره‌ای استفاده کنیم. میدونیم 1 کیلوگرم یعنی 1000 گرم، از این بعد استفاده کنیم. 1 کیلوگرم 1000 گرمه. تو ریاضی میدونیم اگر عددی رو در یک طرف تساوی ضرب کنیم در طرف دیگه ضرب میشه. 2.5 رو ضرب کنیم در دو طرف،
این همون چیزی هست که شما گفتید 1000 رو ضرب کنیم میشه 2.5 ضرب در 1000 گرم که میشه بعد 2500 گرم. حالا میخوایم 36 متر مربع رو تبدیل کنیم به سانتی متر مربع. نمیتونیم به سانتی متر که تبدیل کنیم، جنس این مساحت، جنس اینم باید مساحت باشه. بعدش توی یکای اصلی تغییر نمیکنه، بعد این مربوط به مساحت، اینم مساحت. خب میگیم 36 رو کار نداریم، متر مربع. یک متر مربع رو اگر بدونیم چند سانتی متر مربع، بعد 36 رو ضرب میکنیم. این یعنی یک مربع یک در یک. حالا این یک متر شد 100 سانتی متر، تبدیل کردیم. بنابراین یک متر مربع می شود 10^4 سانتی متر مربع. من خیلی مخالف حفظ کردن این هستم که ضرب در این میکنیم ضرب در اون میکنیم. ببینید چی کار کردیم، فقط از 1 متر 100 سانتی متر در این تبدیل رو انجام میدیم. حالا 36 رو ضرب در 10^4 سانتی متر مربع میکنیم. بریم سراغ تمرین ها. اما قبلش بیایم مثلا 300 کیلومتر بر ساعت رو که یک کمیت فرعی طول تقسیم بر مدت زمان، جا به جایی تقسیم بر مدت زمان. کمیت اصلی طوله، کمیت اصلی زمانه، اما وقتی تقسیم میشه یک کمیتی به نام سرعت، حالا اینجا یا تندی بستگی داره مسئله به ما چی بگه، چند متر بر ثانیه. کیلومتر باید تبدیل بشه به متر، ساعت تبدیل بشه به ثانیه. از زنجیره استفاده میکنیم. به این کسرها که الان مینویسیم صورت و مخرج معادل همن، میگن کسرهای واحد که برای ضریب تبدیل کمیت ها استفاده میشن. اینجا میخوایم کیلومتر رو از بین ببریم، 1 کیلومتر پایین معادل 1000 متر. میخوایم ساعت از بین بره، 1 ساعت بالا معادل 3600 ثانیه. کیلومتر با کیلومتر، ساعت با ساعت، متر بر ثانیه باقی مونده. کیلومتر با کیلومتر میره، 2 تا 0 این با 2 تا 0 این میره، 1000 میمونه. اینم 3/36 که میشه 1/12 ضرب در 1000 متر بر ثانیه. بیایم 1000 رو تقسیم کنیم به 12، اول به 4 اگر ساده کنیم، 250/3، 250 تقسیم بر 3 که بشه 83 متر بر ثانیه. بعضی ها میگن آقای رضایی این چه کاریه، تقسیم بر 3/16 ما یاد گرفتیم بکنیم. 300 کیلومتر بر ساعت تقسیم بر 3/16 و برعکس، میگن متر بر ثانیه رو اگر بخوایم تبدیل کنیم ضرب در 3/16 میکنیم. این همون ضریب تبدیل دیگه، اومده این رو ساده کرده، 3600. این همون ساده شده 10/36 یک به روی 3/16 که اگر ضرب کنیم در این
یعنی تقسیم کردیم بر 3.6، ضریب تبدیل یک تقسیم بر 3.6، برای همین میان از این حفظ کردن استفاده میکنن که ما اینو اصلا توصیه نمیکنیم. مثلا اینجا این جدول رو نگاه کنید، میگه 7 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر مساوی جای خالی میلیمتر. باید چیکار کنیم؟ بگیم 1 متر 100 سانتی متر 1000 میلیمتر. حالا این ضرب شده در 1 متر، این طرفش هم، این طرف این ضرب میشه، میشه 7 ضرب در 10 به توان منهای 3 میلیمتر. حالا میکرومتر، یعنی میگه 7 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر مساوی با چند میکرومتر. میکرو چی بود؟ 10 به توان منهای 6. ما میگیم 1 متر مساوی با چند میکرومتر. برای اینکه پیدا کنیم یه روشی من به شما بگم، 10 به توان منهای 6 متر، به جای میکرو گذاشتم 10 به توان منهای 6. اینجا متر داریم، اینجا متر داریم، این باید ضرب در 10 به توان چی بشه؟ 6. این به جای میکرومتر اومده، پس 1 متر 10 به توان 6 میکرومتره. چرا این گره گذاشتم 10 به توان 6؟ 0 بشه جمعش، قاعده در بعد از توان دار بشه 1. پس 1 متر 10 به توان 6 متره. حالا اینو ضرب میکنیم ضرب داره، بنابراین میشه 7 میکرومتر. همینجا هم میتونستیم تشخیص بدیم بله 10 به توان منهای 6 همون میکروه. از شرنگ شکل روبرو آب با آهنگ 125، همیشه اطلاعات مسئله رو کامل یه جا بنویسید، 125 سانتی متر مکعب بر ثانیه داره آب خارج میشه. این آهنگ را به روش تبدیل زنجیره‌ای بر حسب یکای لیتر بر دقیقه بنویسید، نماد لیتر بر دقیقه، هر لیتر معادل 1000 سانتی متر مکعب. اینم به عنوان اطلاعات جانبی به ما داده. چیکار باید کنیم؟ ما میدونیم 125 سانتی متر مکعب باید تبدیل بشه به لیتر بر دقیقه، یعنی اینجا می نویسیم سانتی متر مکعب بر ثانیه، سانتی متر مکعب باید از بین بره، یه واحد حجم به جاش بیاد دیگه، یه حجم از بین میره یه حجم به جاش میاد، پس یه کسر برای از بین بردن این کسر واحد 1000 سانتی متر مکعب یه لیتر، صورت مخرج معادل همه، وقتی یه کسر رو که یک هست ضرب میکنیم تغییر ایجاد نمیشه دیگه. اگر تا همینجا ضرب کنیم خب ثانیه چی شد؟ ثانیه بعد از بین بره، 60 ثانیه صورت، 1 دقیقه مخرج. این راهنمایی میکنه که کجا باید بذارید، ساده باید بشه، اینم که باید ایجاد بشه. حالا چی موند؟ 125 هزار، اینم ساده بشه، میتونیم بگیم 6 ضرب در 125 تقسیم بر 100 لیتر بر دقیقه. اونایی که از ماشین حساب استفاده نمی کنن سریع اینو میتونن ساده کنن تو ذهنشون، میشه 34.5 لیتر بر دقیقه. حالا برای اینکه با کامل ترم بنویسیم اینطوری هم میتونیم بنویسیم. متشکرم.